رسیدیم بچه ها، حالا امیدوارم که ما برنده بشیم. من به عادل زنگ دادم برام شناسنامه بیاره. من... بچه ها بالاخره هستی جون، گرفتم به آرزوی خودش رسید. فکر کنی چه رنگیه؟ مبارک. بچه ها این قسمت هم کارهای خامشونه که بهش میگن بیسکویت. خیلی با این اتاق، این هم جای فندقی، فندقی عزیز و دوست داشتنی ما. من اینه که آدم من نگاه ببینم بهتون نمیاد این نابینا. سلام علیکم بچه های عزیز، صبح زوده، ما اینقدر سحرخیز برای مسیر پیاده روی خیلی شیرین شبم دیر خوابیدیم. من اگه میبینی فقط به خاطر اون جایزش دارم میرم برای پیاده روی. من انسان پیاده رو زیاد نیستم، اونم 8 صبح. 8 یا 7؟ 7:41 سلام. امیدوارم که در اصل روز خوبی رو شروع کنیم. دعا کنیم من این جایزه رو حداقل ببرم. این زحمت کشیدم، سر صبح بیدار شدم دارم میرم. کد ملیش هم که خودم خانم تو برو گوشی رو بیشاد بردیم. خدا رو چه دیدی در ناامیدی؟ شاعر میگه بسی امید است. بله، بقیهش هم بلد نیستم. سلام، صبح زیبای همتون بخیر، خوشی باشه انشالله. انشالله خبرهای خوش بگیرین. ما میخواییم با سیمین جان، ستاره جان، زینب خانم بریم پیاده روی دست جمعی. انشالله که روز خوبی رو داشته باشیم در کنار شما. جایزه هم میبرد بیشترش که به خاطر جایزه داریم. آره دیگه، ولی به نظرم این که خلاص سفره ای پهن کردن. شهردار عزیز آفرین. چرا خب نظر تو چیه زینب؟ نظر من اینه که ما اگه شانس داشتیم. نه ببین، همیشه میگه حرفای انرژی سر صبح. سر صبح نگون من برنده نمیشم. کاش من یه دوچرخه ببرم. کاش نبگو میبرم. بله من که رفتم تو مسیر پیاده رو شروع میکنم به دویدن. خانم هرچی هر که اول رسیدم مونه. من خاله من اونجا رفتم اولی دوچرخه چنگ میزنم. مثلا یه قدر من ببرم دیگه باید قشنگ ببرم. نه من میخوام بدارم که اول ما مثلا میریم تو مسیر پیاده رو. نه به قید قرعه. قرعه خدایتی نامری من میمیرم خدا. ولی این چند نوع این باری که این همایش برگزار میشه تو انزلی؟ چرا همایش دورش برگزار نمیشه؟ هم تعداد رشتی ها زیاده. آره امروزه؟ چی؟ همه همایش رشت هم؟ نه فکر نکنم. نه بابا این شد. دعا پایین دیگه، دست به دعا باشین تو رو خدا. که مرگه برگه؟ یه پرکاله یه چیزی. مسابقه است دیگه، میگن قرعه کشیه به قید قرعه. دو شاخه رو ببری چیکار میکنی؟ آه بزرگترینش رو دو شاخه رو بکنم. سلام بچه ها، سلام بچه ها، صبح زیباتون بخیر باشه. میخوایم بریم ورزش با خانواده. بشاش اصلا مثلا بشاش گوشی تو نهی بردی ببینیم کد ملیم توش هست. وای بلند. سلام دوستان، یه اتفاق واقعا بد افتاده. میدونین چی شده دوستان؟ اینجا به ما اطلاع رسانی نکردن که باید کارت ملی یا شناسنامه با خودتون داشته باشین. این یه توطئه ای بود که خیلی ها نیارن و برداشتن. قرار شده هر کی اسمش در بیاد شناسنامه اینجا نداشته باشه، نشون نده که این آقا منم، دیگه متاسفانه جایزه نمیبره. اینقدر مردم تقلب کردن دیگه اینا اعتماد ندارن به آدم که خانم. مردم هیچ وقت تقلب نمیکنن. من امیدوارم که برنده نشم، چون اگه بشم و به من کادو ندن ناراحت میشم. میخوام بگم ولی الان جاش نیست، ولی بعدا تنها شدیم ما با خودمون به هم دیگه میگیم. بچا من نه بیا من جملهمو بگم، بذار من جمله بگم بعد برو سمت اکرم. خانم من ثبت نام کردم، عکس کارت ملیمو دارم، نه شو کارت ملی دارم نه شناسنامه. اگه بردم عکسو نشون دادم مدرک اینا قبول نکنم، من راضی نیستم. خدا هم راضی نباشه. من کارت ملی ما آوردم، خوشحالم واسه خوشحالی. برای اینکه اینا از اول به نیت جایزه اومدن، ولی من به نیت پیاده روی اومدم. چرا پس خوشحالی؟ بله مشخصه. خاطرون من برق تو چشات رو میتونم خوشیدم برای پیاده روی. نظر چیه برنده میشیم؟ به امید خدا خلاص 4 نفریم. من به من ندن من برنده نشم. اونطوری دیگه خیلی ناراحت میشم. دوستان مامانم که اومد من گفتم مامان ما کارت ملی نیاوردیم، مامانم چی کرد؟ من آوردم، بذارید من برم. خیلی نامردی بود. باز حال خدا کنه ببره، نداره ما گذاشتیم تو ببر با کارت. نه من دارم ولی من نه من اگه ببر عکسو نشون بدم اینا قبول نکنم میرم دعوا.
به خدا اینجا این جنگ بکنم میکنم دارم خودم. چی میگی آخه آقا؟ چی میگی آخه؟ تو همین هم آغاز بکنیم. رسیدیم بچه ها، حالا امیدوارم که ما برنده بشیم. من به عادل زنگ دادم منم شناسنامه بیاره. من بچه ها یه هواییه، حالا درسته برنده نشه، ما برای برنده شدن نرفته بودیم. بچه جون شاید ما جوایز رو نبردیم ولی ما مستحق کاپ اخلاقیم، چون تو لحظه به لحظه این پیاده روی اخلاقمون رو حفظ کردیم. ورزش میکنیم، همیشه ورزشکار بودیم، انزلی دریاش اصلا هواش الان سر صبح همه خوابیم. بچه اینا آره مورشون شکست و من خوشحالم از این که حرف زینب رو گوش نکردم، نرفتم شناسنامه رو نیاوردم. بعدم میگفتم این همه را رفتم اومدم دیگه با اینقدر غر میزدم غر میزدم، خدا رو شکر این کار نکردم. یه سری مسائل هست من الان نمیتونم باز کنم این مسئله رو، اگه باز کنم نظرتون برمیاد. خیلی چه هواییه بچه، خیلی خوبه. خیلی دوست دارم از این هر روز تو بیام اینجا پیاده روی خانم، خیلی حال میده. خیلی اینجا فقط همین یه تیک خنک بعد اون وقتا گرمه، اینجا آفتاب هم باشه ولی خنک بخوره. خیلی وقت نیومد اما خدا دلم تنگ شده بود. خیلی عالیه. من دیگه بس سعادتی که داریم اینه که بعد از این میریم خونه ستاره واسه صبونه خیلی خوب. یا بچه جون ما سعادت داریم کنار ستاره عزیز باشیم، املت بخوریم، یه سری خوراکی‌های خیلی خوب دیشب انقدر خورده بودیم دیگه اما کرده بودیم بدن، ولی همچنان ادامه میدیم. ما دوستان این چند سالی که ستاره پیج زد و بعد یوتیوب زد و اینا داشت کار کرد، من همیشه دوست داشتم یه جمعه بیام خونه‌شون صبحانه بخورم، اون املت رو بخورم دیگه. همیشه مدیون من آره نه که صبحانه برگردیم خونه ستاره. نه خیلی خانم، تا دو دقیقه پیش میگم نه نریم به ستاره، زحمت ندیم. البته تو باشه اینجور زحمت ها خوشحالم که ستاره چی نمیگه و اینکه به همون که زحمت میشه. نه بابا من دارم ویدیو میگم، حواسم پیه ویدیو، منم راضیم. خدا خدا دوستان جان 5 تا 6 تا املت های همیشه یه آدم پس بعد اون ورزش حسابی فکر کنم آده برای شیشتا زیاده ها براش من عاشق اینجا تخم مرغیتونم. عادل عزیز من رو اینه که عادل من نگاه ببینم بهتون نمیاد این نابینا خدا من نگاه پس من نابینا هم دستی از این ها کجا گرفتی؟ اون درمونه ها میدونم خودم دوستم برام گرفتی فندقی دوستم برام گرفتی چرا همینجا بخواه من بدین اینجور کارو کمک و اینا رو ببر. خب من نابینا هم نمیتونم. بچه های عزیز مثل مادرم سلام، بچه ها خوب هستین؟ بعد از دو سه بار سلام علیک کردم با شما و پیاده روی خیلی سخت که نمیتونم خیلی دیگه بازش کنم قضیه رو، جایزم که نبردیم، الان یه همچین صبحونه ای میتونه بپوشونه و اونو بشوره ببره. رویمون اول تو میگه بازسازی کن. واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم، اول مربا و خامه، بعد پنیر و گردو، بعد املت، بعد کالباس. چرا اول شکلات اونا رو حتما میخورم، همه رو میخورم، اونم میخورم. بعد خول بتیم من خیلی خوشحالم که خوابیدم. گاهی اوقات آدم باید به خواستهای خودش احترام بذاره که بعد اتفاقات بدی نیفته. البته اینم دور از این نبوده. عادل دو تا کلوچه خریده، 4 تا خرید. خب بعدم دو تاش ستاره داد گفتش که باید تساوی داشته باشیم. من به عادل گفتم اول قایمکی بخر بیار برام بده. تساوی چیه؟ تساوی نداره. خواهر هرچی میخوره برات کنار میذاره. من آخه نه چیزم. من میدونی چی؟ من کمبینم، کمبین. کمبین چیه؟ ادبیات فارسی از اون من زدی برای خودت. من حسود کمبینم. میدونی خیلی بازه بود. نه یه ذره میشه بازش کنی. حسود پلاستیکی آفه. عادل خوش خوب میده. ولی اینکه من واقعا نگرانم. من همیشه این همه وسایل با هم نگران میشم یکی جلو میذاره. نه
نظر شما چیه؟ که نمیتونه اون لذت همایی آره قاطی میکنم اینه یا مغزم سعی کن که دو تا انتخاب کنی بخوری نه 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 چرا چرا اصلا من انتخابی هم نیستم همه رو میخورم مامان من یه شعار داره دوستان میخواین غذا بخورین دیگه با خودتون نگین آروم آروم بخورین چون این چیزه اینجا آهسته و پیوسته میره جلو ولی ما متمع هزار مامان هم چه محجوب به هوا میخواین خیلی خوبی بود مامان از همیشه محجوب به هوا بوده محجوب به هوا چرا بذار اونوری اومدتو وای چه اینو بذارید اونور این عادل چه میکنه بکش اونوری اومدتو بذارید اون وسط باشه اینا همه رو بیار سمت من چرا من رو کاف میشینم که جای خوبی داشته باشم یه دستمال به من بدی بسوسو اوه واقعا پیش دستی پیش دستی شما بخار رو ببینید دوستان شما رنگ و لعاب رو دستو بردار عشقم لوتوس خیلی دوست دارم من بدنم میده تا گوش فقط اینکه چای قاشق زیاد نری گوش هرم بسه چی بود بدنم قد دوتا گوشه چطور شده آلی آش دوست شد عالی عالی بچه‌ها سهم من از این زندگی خوشم به ستاره اینجا کارا میکنه من این کارا اینو الان ولی اینا هم هستن اینا هم همه هستن رو باز کرده جلو فرصت داریم حالا سیمین چون میخوام بریم خونه مامان کار کنیم آروم آهسته و پیوسته میریم الان کولر هم به قول مامان براتون میزنه فشار فشارمون افتاد دوست جانت خدا به صفرتون برکت قربونت برم نشه تو برم ما استرس کرده الان من هنوزم نرفت نه الان خوابه من برم یه دو شده چراغشو میاری خواهر آره الان برات میارم کی قهوه میخواست بعد از این پیاده روی خیلی اونجوری پر انرژی و صبحونه ای که خونه استثاره خوردیم الان باید همه از گوزمون در بیاد با خونه ما رو جا به جا کنیم البته منم جارو کشیدم آشپز خونه رو پیش روده نه آره لطه زدم پاکش کردم اینجا میخوام یه چیزی هم نشون بدیم خب چه لکه مامان؟ خوری لکه مامان خب چه خبر مامان؟ تو چه خبر؟ چی سلام میگیم؟ منم از صبح قرار بود با اینا برم پیاده سلام علیکم خوب است این بچه ها خیلی ممنون منم از صبح قرار دوست داشتم با اینا برم پیاده روی دیدم حالم زیاد جالب نیست خوب شد نیومدی به خدا تا 11 خوابیدم 11 بلند شدم خیلی معذرم یه غسل جمعه کردم دوباره نماز منو خوندم الان با عروس گلم میخوام برم یه جا بله با عروس گلت میخوای بری نهار بیرون مامانم بچه اینجور میگو برای من خیلی دعا کن من اونی دعا بکردم انشالله خواهجدم مهین اوجل میتره خانم فگیره الهی آمین انشالله خواهجده فگیره سیما خانم انشالله خواهجده فگیره میو رو به آسمان بیو ابدی و اینکه خیلی شرایط اینجا خوبه آب و هوا خیلی اوکیه کسایی که دوست دارن اینجا اونم نشم بدم اونم آره کسایی که دوست دارن بچه‌ها بیان اینجا خونه پدری من بچه‌ها اینجا یه ذره به هم ریخته است این پشت خونه ام نداره اینجا اتاق من بود دیگه این اتاق اینم جای فندقی فندقی عزیز و دوست داشتنی ما گذاشتم پشت اتاق اون موقع که کوچولو بود یعنی بزرگ شده بود تقریبا من سر کار میرفتم فندقی چون این پشت میچرخید واسه خودش دوباره گذاشتمش اینجا سزاره یه بچی دیگرم داشت اسمش بود خسرو آره خسرو هم اینجا آره خسرو هم اینجا خسرو دیگه قبرش میدادی آره اون کوچولو بود فندق بود خیلی کوچولو بود آره اون کوچولو بود مریض شد آره آره اینقدر نفرستم بگه اشتا نه نه میدونم آره. مامانم الان کجا داری میری عشقم میخواد بره نهار با عروس قشنگش بیرون والا اونجور خونه واده است مادرم دخترها میان اینجا رو ترتمیز میکنم مادر میره عشقها بعد مادر میره خوش عشقها
نوش جانت باشه. سیمین جان والله به خدا تو دختر گل منی، ستاره دختر گل من. قربونت برم تو هم همینطور. شما همه بچهای گل ولی عروس گل هم بهتره. امیر گل افسر گل من، علی آقا من دوست دارم همیشه علی را علی آقا درست کنم. علی آقا درست کنم. علی آقا نه علی آقا صدا کنم. همیشه عدد من. بله بله. بیا بیا آقا جان تری میرم. آقا جان تری بابا بیا چیکار داری؟ بیا چیکار داری؟ داشتم ویدیو میگرد اکرمه؟ چه خبر؟ بریم چه خبر؟ ما داریم تمیز میکنیم خونه رو. دارم خونه رو تمیز میکنم بابا. چه خبر؟ سلامتی؟ چه کار میکنی؟ قربونت مرسی. من که تلا خفتم بوشم دکان اینجا قصه بس خیافت معلومه خواب بودی. آها تلا بخفتم. خسته نباشی. خب چه خبر؟ قربونت سلامتی اومدیم. ما صبحونه خوریم دیگه، میخوایم اینجا رو تمیز کنیم که مامان بره با عروس قشنگش بیرون ما اینجا کار کنیم والا. آره آفرین دست در نگاه قربونه. مرگ دیشب هم بود خدا خدا خاطر چی بگو؟ سلام بچه ها خوب هستین؟ شوهرم دیشب اومد، من اومدم خونه خوابیدم، شوهرم دوازده نیم نیست که یک اومد دیگه، دیدم من خوابیدم، خانم خانم گفتم بله، گفت که میخواییم پول نصف کنم بهت بدم، پول کادو رو، پول کادو رو نصف کنم بهت بدم. من گفتم نه آقا نمیخوام. گفت که دو بار گفت من بده نصف کنم بهت بدم، گفتم نه من نمیخوام. گفت چرا نمیخوام؟ گفت نمیخوام اونم ورده برای خود وسایل بخره. بعد دوباره رفت یه ذره قضا میخواست بخوره، قضا را گند انداخت، اومد دوباره گفت خانم میخوای نه 500 تومن بهت بدم؟ گفتم نمیخوام، همه را برده برای خود لیوان. من نمیخوام. چه دل بزرگی داره، ببین چه دل بزرگی داره. آره بابا جی گازا بخوره. آقا جان تو خیلی میمیرم. آقا جان بابا جی گازا بخوره. بزرگی ده ما به بابا رفتیم، ما به بابا رفتیم. البته مامان هم دقیقا همینطوریه. دست پا با تو بوشه این تو من نه عشان با تو بوشه قیافه هم دقیقا تو شبیه بابا هست. گاز بابا هم عشان شبیه توه. بله من همیشه تر تصور کنم شبیه عمد امویه. بله 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 شبیه امویه. امویه شبیه عمد امویه. ما بریم کارمون رو انجام بدیم. خواهر من خانم که داره میره غذا بیرون، اون آقا هم که برای خوش غذا داره جمع جور میکنه، ما مونیم با دو تا گوشام. والا بریم کارمون رو کنیم. شما رفتین صبح پیاده روی، کیف شما را کردین صبح افسانه. چه کیفی داشت، چه کیفی، چه کیفی. واقعا تو خدا داد برای شما آماده کرد. آره واقعا واقعا دستش در نکرد دیگه. من اصلا باور میکنه حتی صبحانه نخوردم، من اینجور تا 11 خوابیدم. یعنی اصلا تصمیم گرفتیم بعد از این ما یه بار صبحونه سلف سرویس خونه ما. آره آره, آره, آره بعد هماهنگ می‌کنیم. آره ما یه بار بعد چیکار می‌کنیم؟ میایم با هم اینجا رو تمیز می‌کنیم. آره اینم خوبه. آره. بریم کارمون رو انجام بدیم. معلومه دیگه زای خوش مطلع نره، ولی عمر ببرس دکتر رای گل من اونا رو چه هم دیگه رو اسکولانه بغل میکنه. بیا بابا بیا دست تو دارم، دخترای ایرانی دارم، خدا رو شکر خدایی بچه های خوبی دارم. ما پدر خودم نیاقت ندارم. چرا آخه من بچه های خوبی دارم. خدا هزار بار شکر خدا بده دکتر پسر همه میغل باشه. چشم قربانه چشم میبرم چشمی چشم چشم شلوار دیده کنه خوش بارا خوشگل بینه. آره بخره تا قبل از اینکه مشهد میریم قشنگ. آره آره آره. نه نه من بهش نگفتم. چرا نمیگی؟ اصلا من نمیدونم. خب بهش بگو دیگه. حمید آقا حمید آقا بیا اینجا، بیا اینجا یه خبر خوش بهت بدم. بیا اینجا آقا جان. حمید آقا یه خبر خوش بهت بدم. باز غذاشو بخور. الان میره حمید آقا یه خبر خوش. خیلی مدته میخواستم بهت بگم یادم میره. باشه برو. محمد علیزاده که پسر شما باشه، پسر گل شما، برای ما بلیت هواپیما گرفت. برای مشهد مقدس. برای مشهد مقدس هواپیما رفت برگشت مال محمد آقا. یعنی محمد هزینه میخواد بکنه. آره محمد هزینه که با هم دیگه بریم خانوادگی. تو باشی، مامان، من، عادل، اکرم، بابا جی، آره همه 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 با هم. فروزه یه چهار روز. آره آره پول ما چقدر؟ پول ما چقدر؟ آره هزینه رفت و برگشت با محمد با هواپیما. آقای هر کس دست سه روزه. سیمی خانم هم هست به امید خدا. به امید خدا باید هر چه قسمت باید میبه باید باشه سیمی جان. حالا خوشحال شدی؟ خوش از اومد؟ بهم نره مامانم میگه عجیب و مامانم بور. آره میدونم یه بناو بور. ولی نه تو رو بگویم با هم بیش میاد این نفخانون.
اونو قبول نه خیلی من بعد اینجا برنامه ریزی کنیم با هم بیشیم خب اون خدا شد ایم داره خدا بزرگ آره با امید خدا دست ما پسر گل ما دست ما دست عروس گل ما شلوار خیلی شیشی بین عروس گل ما عروس گل ما خیلی دلش بزرگ راست راست حمید آقا حمید آقا عروس دل بزرگ مادر عروس آره. دل خیلی بزرگ عروس دل خدا بده خدا بده من شلوار شیش جیب هینی نه پوت ماره بلا من لاتیم ده بره انزلی آدم لاتی گذا خوره یکم یخش آب شه بچه از خونه مامان اومدیم خونه قشنگ تمیز کردیم من و سیمین جون الان اومدم برای شیک انبه درست کنم که انرژی بگیره خستگی در کنه بکنم مقدارش خیلی زیاده حالا نمیم شما به چه روشی درست میکنید من انبر رو خورد میکنم میذارم داخل فریزر یخی بشه بعد بهش بستنی و خامه اضافه میکنم بعضی ها موزم میریزم ولی سیمین این سبکی دوست داره بله پاشم وجود دراز کرده خسته کوچکتری از بین دیگه رفته میبینی؟ من عادل عادل میگیم به عادل میگیم به عادل مثلا عادل رفت کنم برم بچه ها ماشین رو تمیز کنم بعد که مثلا ما بشینیم پس صدا گفت ما میخواییم بریم رای از شام خونه سیمین عادل گفت بازگشت داریم میکنیم آره میخواییم بریم خونه سیمین یا در رفت بگم ببین خربیم برای تو مزاحمه چه مزاحمی اینقدر خونمون کثیفه صدا رو میگی یعنی چی منظوری چی ما بریم خونه تو تمیز کنیم یعنی صبح من بودم بریم خونه تو تمیز کنیم تو نه خانم الان دیگه اصلا خونه نمیشه تمیز ما این تمام خونه در شبم نداره الان بریم خونه تنها بذاری بعدش نمیدین چه اتفاقی قرار بیفته آره ثانیه حالا در اصل ما فقط در حال خورد و خوراکیم هر مرحله کاری خورد و خوراکی داری میورده ای نبودم دیشب میوا که اضافه اومد سریع گرفتم خورد کردم گذاشتم خوش بشه آره 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 هستی تو این خیلی مقدارش زیاده باقی اونی بذاره یخش آب شه آشق اون مقدارش بسنی هنوز اضافه نکردم میشه بستنی توشم بریزی؟ میخوای دوست داری؟ اینجوری توش بریزم میخوام بریزم اگر تو هم دوست داری بستنی داخلش بریزم برای همه تون تو لیوان دست تر آره؟ شما دوست داریم بچه های چیزی دیگه معلومه که خالصی خیلی خسته. چه سلیقه ای همه حالا نمیدونم. ولی خب من ستاره خوب تونستیم تو دو سه ساعت جمع کنیم. به نظر من کار می‌خوایم کنیم حتما با همکاری بچه‌ها، خانواده از پدر، مادر، دختر، پسر و اگه عمو، دایی، خاله کسی هست ما اکرم نمیدونیم بابا چی گفت. مامان رفت خونه به بابا گفتش آها بابا خودش به مامان گفت می‌خوای بهت پول بدم. دیگه مامان گفت نه. قبول نکرد. اراده مادرم جون واقعا دوست داشتم. به خاطر اینکه میدونه تولدش نزدیکه. من چرا همش میگم ما پارسال اول تولد مامان رو گرفتیم بعد بابا رو. نه. اون مامان شاد مثلا چون تو خونه داری حقوق بگیر نیست ان شاء الله مامان تو ریز بیشتر دادی. خوشحال شده خونه داری حقوق بگیر نیستی؟ چرا حقوق که میگیره؟ حقوقش از همه ما بیشتره. واقعا حقوقش از همه ما بیشتره. آره آره بیشتر بهتره جاتو واقعا چیکار کنی؟ اینو چجوری درست کنی؟ هنوز این چیز نشده هنوز بستری توش نرفته حالا اون هیچه چجوری ماشین عادل از بچه ها از این بهتر دیگه نمیشه ما میخواییم بریم رش ماشین باید از پارکینگ در بیاریم زنگ بزنید آره با ماشین من میریم ماشین من که بیرون ماشین تا آخه کوچولوه برای تعدادمون من نگاه کن آدم میخوابه پشت به هم من میرم صندوق عقب من نگاه کن چه وضعیتیه بزن بزن اداره برق وای الان چه وقت برق بود میاد بابای دو دقیقه دیگه یکی دو ساعت میخوای ما بریم چرا عزیزم احتمال داره یک ساعت طول نه زنگ بزن اداره برق تا یخوای این آب بشمونم من دوباره دارم تلف تو بیخود تلف زنگ بزن اداره برق بابا ما بزنیم تا همون گیر کرده میگه در باز کن دیگه چرا نه بده آب هم قطع آقا زن پیره بده من اداره برق نه آقا ما بزنیم تا همون گیر کرده تلفن ما هم قطع میشه دیگه اون بیا با گوشی من زنگ بزن آره
آره به نظر من زنگ بزن. خیلی واش باش بیا. بچه‌ها زنگ زدیم اداره بعد مدرسه گفتیم ما زینب صحبت کرد گفت ما خیلی کار داریم. اداره بعد بدین چه متوجه این کاره این مردم خوب چی کار داریم وقتی چی می‌خوایم چک بخوریم بره. آره زینب گفت نمیشه زود تربیت مرد خداحافظی هم نگه قد کرد. چرا چرا گفتم که مثلا برق این منطقه کی میاد و اینا گفتش که یک ساعت دیگه. گفتم ای نمیشه زودتر بیاد ما خیلی کار داریم. گفتش که خداحافظ. خداحافظ. من داشتم حرف میزدم ولی ما زنگ زدیم خودتی دیدی برق من هیچ کاره ای شاید مرد بیچاره خودش به عادل بگو ماشین رو ببره بیرون. آره آره استرس داریم. نه بابا این نمیره بعد وقتا یه هایی بشمیره. خدا باشه این آزار گرفته بود خانم. این آزار گرفته بود. من دیدی چی شد هستی که اومد سمت آشپزخونه. فقط بسته حمایتی رو بگیر خوب میخواییم بریم میبه. آره 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 این بسته حمایتی هستش که دوستانی که برای خانه ما میاد. خاله هستی اومد اون سمت. خب من دیدم که انگار هستی کلید برق زد برق روشن شد واسم اون زخ کردم حس کردم دست هستی شفا بخش بود فکر کردم معجزه شد یه لحظه. بچه ها برای شفای خونهاتون 100,000 تومان میگیرم کلید برق رو میزنم برق نه میخوای دستتون ببر باورم نمیشد ولی خیلی خوب بود. آره واقعا وای 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 عبر فس کجا اومدیم زینبی؟ اومدیم نفس سرام پیش محسن جون. نفس سرام؟ آره چرا گذاشتی نفس سرام؟ سلام که نیست سرام دیگه سرامیک. نفس سرام سرام برام خیلی جالب بود. نفسش هم به خاطر اینه که کار دسته درسته با همش با بدن خیلی قشنگه به نظرم. بچه ها واقعا خیلی زیبا و خیلی دوست داشتنیه. خیلی تمیز کار کردن. بچه هایی که تو انزلی هستن حتما دیدن کنن و حتما خرید میکنیم مطمئن ازشون حمایت کنید دیگه. به قول مامان کم بکش همیشه به قول مامان هم بابا به قول مامان حمایت کنید دوستان زنگ زنگولر فشار بدید. ولی اینکه همیشه اینجا خیلی هم با سلیقه و زیبا درست شده سورپرایز هم داریم براتون. بانوی شوالی هم اینجا بارم که حال دلتون خوب خوب باشه و روز روزگار خوبی داشته باشید. قربونتون برم. خوشحالیم که امروز در کنار ستاره. نه اینو همه برام. اینم همه برام. خداتون برسه. ما هم خوشحالیم اینجا هم نگردیدی. وقتی دو تا یوتیوبر دارن از هم ویدیو. آره با خیلی خوشگلن کاراشون. بچه ها این قسمت هم کارهای خامشونه که بهش میگن بیسکویت. خیلی باحاله. من عاشق رنگ سفیدم. به مهسا جون سفارش دادم که این کارو رنگ سفیدشو برام آماده کنه. میدونم مژگان جونم جاش خالی از اینا دوست داشت. هر وقت اومدی مژگان برات سفارش میدم. دوست کوبیتی مبارکتون که جلوی میزه مبارکتون باشه. ببینید اینم خیلی بامزه بود. این کلا برای خیلی خوشم اومده بود. خیلی خوشگله. بوبولیه. این مدل تو کامی که پرترین مدلایی که من خواهد اصلا هم خودم زدم هم دیدم. آره آره خیلی خوشگله. هم مردا دوست دارن هم جوونا دوست دارن. خیلی زیباه. سن بالاتر دوست دارن. سیمین جون بر ما چای آماده کرد. همینجوری که اومد فوری شروع کرد به چای آماده کردن میده آوردن و تنقلات. و از اونجایی که ما نهار نخوردیم من خیلی گشنم بود نشستم چیپس و پفک خوردم میده در گرفتم. ای چای نبات بخورم بشونه نبات هم داری پس یا آره همون میگم یه چای نبات چای خوش رنگی چای سیمی چیز داری از این شرکتی هاست یا؟ نه نه با چیز لاهیجان؟ مال باغ چاییه. مال باغ چاییه لاهیجان دیگه چایی های بازه باغ میزدن. باغ نه مال باغ نیست بس میگه مال باغه.
میدونم آدم میگه مال باغ بقیه مال باغ نیست میگه بدونید بچه ها ما چه اسیری ما از انزلی اومدیم اومدیم رشت چند نفر بودیم؟ گوش چهار نفر نشسته بودیم اول من رو پای سیمین بودم بعد سیمین رو پای من من اصلا قشنگ لم داده بودیم اکرم جان که دیگه کفشش رو در رو بغده بود قشنگ اینجوری این چیزی نجازه بود من باز کنم اینا من مسئله دارم اینجوری چجوری جا باز میشه خواهر من مثلا برم بولا دیگه من برم غذا رو بگیرم برم آجه 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 خیلی اونم جالب اونم باید تست کنم ببینم تست کردی اون تست نگا اون تست بکن تست تو تستر خوبی هستی مثلا من اینا رو باید زود آماده کنم سیم فلفل بدم نسیم ما الان اومدیم اونجا خیلی من این فلفل هم که دور خودم دارم میشم خب این برنج هم برای عادل جان دارم در یه وعده لوبیا پلو خوشم چون مارتا اینجا آورد تراپی اونم بگیرم زحمت کشید اون آخه حد نزدم من دادم قیافش خوب معلومه ببین رو دست من دیدی که خب باید درست بشه بچه ها همین درست نشه ببین من وقتی رفتم اینو گرفتم اونجا وقت گرفتم اینقدر که اون سرش شروع به خیلی خوب آموزش میده من کارم من نرسید من این هفته پنجشنبه باید میرفتم که مریض بود واسه همین نرفتم هفته بعد باید برم بچه ها بلاخره هستی جون گرفتم به آرزوی خودش رسی فکر کنی چه رنگیه بنات میدونی؟ نه 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 مشکی میدونی؟ نه به خدا بنات آبی فکر میکنی؟ آبی سرمه ای سرمه ای آبی بنش قرمز مشکی من واقعا همینجوری حد زدم و نه بچه جون مشکیه خیلی بسکره حسن داره افرنگ وقتی رفتم بهم یه چیز بگم انگار دستتو گذاشتی مثلا رو آتیش میخواد بریزه آها آها سر رو تابه یا میخوره دستت اینطوری برمیداری من خیلی تابه میخورم بسید آره باید اینجوری بزنی اینجوری دستو بکشه اینگاه که مثلا داره میسوزه خوهرم چه بارده خوهرم این بار چند بار این کارا رو کرده بارده بچه ها درم این انگوش نزد بچه ها دستم میسوزه من دقیقا صدا همینجوری بود اما چون خیلی ذوقشو داشتن هر روز میامدن باز میکردم یکی میزدم همه من میزدم صداش بودتره آفره بیده یاد میگیری آفره هر سه چهار داری من صدا این داشو خیلی دوست دارم اینو این خیلی خوبه بزن حالا یک حالا دو آفره به ترکیبی بزنیم بیا بالا امضا کن. تو چجوری نه نه باید دام دست تو چجوری میزنی دست تنشتایی میزنی یا نداره میزنی مگه خب بزن مای تابه در حال سوزشه آفری تو استعدادشو داری آفری آقا دستاش اینقدر سوخته منم بودم استعدادش اشم خیلی خوب میزنه نست کنم خدا اشم اینا دارم وقتی اونا دیگه ایده حواسم نبود اسمش این یادم رفت هنگرام آره اونایی که هنگرام میزنن این ویدیو رو نمیدونن من عذر خواهی میکنم چرا باید از داره میگه عادل اکرم خیلی خوب میزنه خیلی قشنگه
برای شام بجز لوبیا پلو که برای عادل درست لوبیا کرده، لوبیا پلو فقط اندازه عادله باید. امروز یه ذره کم رنگ در اومده. چرا؟ منجاها چون با میشکاشون یکی بود، بعد من اونو برداشتم که اینو چیز کنم، اون رو یاد رفت دوباره یه ذره رو باش قاطی کنم به خاطر همین. و اینکه ای بابا اصلا نزدیم. چرا بابا زده؟ اگه نزدم اون با چی رنگی اونجا میشه؟ خیلی رنگ نداره. خب ولی زدم. فقط اینکه با میشکای گوشتشو جدا کردم. اینقدر تعریف کرده از خود لوبیا پلو، لوبیا پلو. چشم کردم منو به خدا، به خدا خانومی. خانومی چشمم کردم. بچه‌ها من حواس پیراشکی کردم. و اینکه این پیراشکی خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. خودم قبلا درست میگم، یعنی اکرم خمیرشو به من یاد داده بود و من چند باری درست کردم، ولی درست کردم چون بودن 10 سال پیش بود آخرین بار فکر کنم. خیلی زحمت کشیدی. بعد امروز خیلی حواسشو کردم. بعدم گفتم اگه شما بیان، عادل لطف کرده بود من رسونده بود خونه، گفتم میتونیم اینو درست کنیم. اکرم گفت آره میتونیم درست کنیم. و اینکه من سری موادش آماده کردم، اکرم جونم خمیرشو درست کرد. حالا کسایی که تو خونه شون فر مثل من فر ندارن، مکروفر ندارن، میتونن با این خمیر و این مواد توی مایتاب سرخ کنن و خیلی هم ازش لذت ببرن. به نظرم جای همتون خالی. پیراشکی خیلی خوشمزه، یه غذای راحت با ابزارم اگه نداری اشکال نداره، با لیوان، لیوانایی که اینجای استوانه‌ای باشه راحت میشه اینو باز کرد. هر موادی، هر چی دوست داری میتونی توش بریزی، هر موادی که خوشت میاد دوست داری میتونی توش بریزی. پنیرم میتونی هر پنیری بریزی، اصلا سلیقه‌ایه. حالا میخوای پنیر گودا باشه یا همین پنیر پیتزا باشه، سوسیس باشه، کالباس باشه، میخواین اصلا شکلات توش بندازین. میخواین خمیر جالبیه. آره. باید یه روز خمیر مایه نداره. خمیر مایه نداره، خمیر ماست داره که باعث هم خوب. بعد توی تابه هم سرخ میشه. تو فر اگه بذارین خشک میشه. اون نرمی که تو سرخ کردن هست. آره تو اون نیست. آره. اگه دوست داشتین بگین آموزش این پیراشکی هم آره. عالیه به نظرم. من خیلی دوستش دارم. آره. خیلی دوستش دارم. کامنت برام بنویسید. اگه ببینم استقبال کردین. آره. یکم جون میگم آره یه روز بیاد خونمون آموزش بده. روزی بذارین که منم باشم که بخورم. لذت ببرم از خانمای عزیز. من قسمت پنیر میکنه. وقتی اینو سرخ میکنی هم از این حدش بزرگتر میشه. آره پف میکنه. اینی چی خمیرش خیلی نرمه، خیلی خوشمزه است. مشخصه. جاتون خالی. خیلی دوست داشتم اینجا بودین. ما برای شما درست میکردیم و شما نوش جان میکردیم. بعد از اینکه خمیر رو گذاشتین توی پلاستی، ولی سعی بکنید که با آرد اینا چیز بکنید. بازش خیلی زینب جون زحمت کشید پیراشکی ها رو سرخ کرد. سیمین جونم امروز غذاهای ما خیلی شلغم ترشیه. عالیه، فوق العاده است. والا سیبزمینی سرخ کرده با تخم مرغ من عاشقم. منم عاشقشم. و این که بی‌نظیره به نظر من. حالا بخور ستاره. خوردی خودت؟ من خیلی دوست دارم. آره بابا اکم درست میکنه. و اون که باقالی پلو هم مال عادل جونم. حالا امروز خیلی برنامه داشتی. بودمون خیلی زیاد. خیلی تنوع داشتی. ولی حال داد. واقعا حال داد. خیلی. به منم خیلی خوش گذشت. واقعا خوش گذشت. به منم خیلی خوش گذشت. جای همگی خالی. واقعا. عادلم. اینقدر ممنون. چی هستی؟ چه تو ما اونجا؟ شده. بذار عادل رو ببین. خوابیده. عادل خوابیده. عادل ده. خور و پف هم میکرد. این چیه؟ اون رو هم دیدیم بیاریم بسید چون این بایدون فرش به پاچه بدم. خواه هم؟ این یه دونه زیاد اومد بذاریم بله فرزه دفعه دیگه پرش کری. این پایی که باید عروسی نه خواه میدونم اون جمع دیدم. چی؟ جمع دیدم. نه جمع این دو سه بار افتاد به خاطر همین این شرایط براش پیش اومد. عادل این عادل گفتش این واسه عروسی 20 سال عزیزم. 21 سال. 21 سال عادل بنظرت خوب نگه داشتم اینو. عالی. عادل الان من برای این داماد بمیرم که اینو میخواد بره برای من درست کنه. مشکلش عادل اینو عادل اینو به این واسه میگه با این سیم پیچ میده.
درست شد. این چیزا نداری درستش کنی. خدا روز شکر شما اومدین. یعنی غم بود رو دلم. چرا؟ الان دار اون اونو الان روشن می‌کنی راه میره تو خوده. چی؟ میر این روشن کنی راه میره تو خوده. من داد زدم بودم اکرم بود و بیایی. کدام الان پرواز میکنه. آقا مرسی که امروز همراه ما بودی. خیلی بهمون خوش گذشت. روز خیلی خوبی بود. درست رفتیم پیاده روی. اینو بده. به من هیچ وقت نمیذارم زیر شکمم ستاره. اینو برای من خریدی. بیا. بالش. باش اونجوری حرف میزنی ناراحت میشه آخه. من نمیخوام. چون تو خریدی یا؟ نه ازش ادامه حرف آمدم. امروز خیلی خوب بود. خیلی پر انرژی شروع کردیم. اگه اکرم جون باعث نمیشد عمرن ما اون ساعت بیدار میشدیم. چون من شبش خیلی مسیری که میرفتیم و میرفتیم نمیرفتیم. شاید میرفتیم ولی به اون صورت نمیرفتیم. ولی همین قضیه باعث شد ما تصمیم بگیریم. ماهی یک بار اگر شد صبونه داشته باشیم. صبونه داشته باشیم در کنار ستاره عزیز پیاده روی در کنار خواهر گولم. البته اگه ما رو گول نزنه. و اینکه واقعا به نظر امروز خیلی خوب بود. جای هستی واقعا خالی نتونست بیاد لذت ببره. نه بچه‌ها من پشیمون نیستم. آره. حتما نرید این راهپیمایی ها رو. چیه زمان از پیاده روی پشت آتش نشانه هفته دفاع با آتش نشانه نگم براتون چه اتفاقی افتاد. خیلی بد بود ولی آتش نشان از جلو و از پشت ما رو اسکورت کرده خوب بود رو هم رفته. جاتون خالی بود. خیلی خوب بود. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. اگر دوست داشتید، حس خوب گرفتید، حتما نظرتون رو برام کامنت کنید، لایکش کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید که کانال ما رشد کنه. خیلی خیلی من دوستتون دارم. از من خدافظ. حتما با ما پیاده روی روز بیاین. اومدین گیلان، ایران، گیلان، در کنار ما صدا خواهد. خوش میگذره بندر انزلی و اینکه ستاره ما رو حمایت کنین و انشالله که از ویدیوی ما خوشتون بیاد و به دوستاتون معرفی کنین. خوشحالیم که بازم کنار شما بودیم. ستاره جان خیلی حمایت بکنین. خوشحالی ستاره خوشحالی ما هم هست. مرسی با محمد جان. دوستتون دارم. خدا حافظ بچه ها.